همین که میفرمایید مجلس یعنی 290 تا نماینده. محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس اعلام کرده فروش نفت ایران کاهش پیدا کرده. او در نشست ماهانگی جامعه اسلامی مهندسین تایید کرده که در دو ماه گذشته ایران تنها 800 هزار بشکه نفت در روز فروخته. آن هم به سختی، چون با دور جدید تحریم‌های بانکی دسترسی ایران به درآمد فروش نفت سخت شده. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود با دور جدید تحریم‌ها علیه ایران فروش نفت این کشور روزانه 1 میلیون بشکه کاهش یافته. اما مقام‌های تهران این ادعا را رد می‌کردند. رستم قاسمی، وزیر نفت ایران: ما الان به اندازه کافی مشتری داریم، یعنی الان ما نفتمون رو برای 4 ماه پیش فروش کردیم، اصلا مشکل فروش. جمهوری اسلامی ایران به خاطر ماجراجویی هسته‌ای با تحریم‌های بین‌المللی مواجه است. دور جدید این تحریم‌ها از تیر ماه آغاز شد و دو موضوع را هدف گرفت: تحریم خرید نفت این کشور و تحریم بانک مرکزی ایران. امروز ما نسبت به 30 سال قبل 100 برابر قوی‌تر و جلوتر هستیم. در هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی به شکل دستوری اثر تحریم‌ها را رد می‌کردند، اما به نظر می‌رسد با افزایش فشار این تحریم‌ها و شرایط دشوار اقتصادی دیگر مسئولان ایران اثر تحریم‌ها را انکار نکنند. محمود احمدی نژاد از دشوار شدن راه کسب درآمد ایران می‌گوید: حالا یه مقدار دولت دستمالش بسته شد توی 1 سال و نیم. البته الان فروش نفت یه مقداری بالاخره با مشکلاتی هست. نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست، اما داریم تدبیر میکنیم. اصلی ترین منبع درآمد دولت ایران صادرات و فروش نفت ایران است. مقام های آمریکایی میگویند به خاطر تحریم ها ایران از درآمد ماهانه 5 میلیارد دلاری محروم شده. خبرها از ایران این گفته را تایید میکند. هفته پیش جلسه غیرعلنی در مجلس ایران برگزار و مشخص شد با گذشت 6 ماه از سال تنها 20% بودجه سال 91 از طریق فروش نفت تامین شده. ماجراجویی هسته‌ای ایران ادامه دارد و به نظر می‌رسد چشم‌اندازی برای کاهش تحریم‌ها نباشد. 2 روز پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود بار دیگر ایران را به سرپیچی از قطعنامه شورای امنیت متهم کرد، رویه‌ای که می‌تواند به تحریم بیشتر در آینده نزدیک منجر شود. نایب رئیس مجلس چندان خوشبین نیست و میگوید اگر تحریم جدیدی هم تصویب نشود به زودی باید شاهد تورم 40% در ایران بود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.